آن که از آغاز راز جان سختی به او آموخت مردی بود به نام مرد، فرزند حقیر و سخت کوش زمین، لوده و شیرین با کرامی آتشین، و با این حال هویتش در حوده ای از اسرار پنهان. حالا میتونی اسم خودتو مرد بذاری، اما یادت نره از قدرتت در راه حق استفاده کن. روزی که به ناحق از اون استفاده کنی، روزیه که به دنیای دیدنی ها و لمس کردنی ها دل بستی. آتش انتقام او بر قلب چه کسی باید فرو می آمد؟ بر قلب زنی بیگناه یا مردی سیاه دل که دست آغشته به خون پدرش داشت؟ اون ریزی به چه درد می خوره؟ باید زنده بمونی، باید زندگی کنی. اما زندگی بدون شرف به چه درد میخوره؟ شرف بدون زندگی به چه درد میخوره؟ ما در برزخ خشم و انتقام که بوی نفرت فضا را آکنده ساخته بود، زمانی برای پرداختن به محبت یافت میشد. فرصتی بود تا در میان زهر خشونت ها شیرینی عشق آشکار شود. تلوفی؟ تمام وجود تو رو کیلو نفرت گرفتی؟ با این همه کینه تو چطور میتونی کسی رو دوست داشته باشی؟ چطور میتونی مفهوم دوست داشتن بدونی؟ جان سخت، جان سخت، داستان یک مرد که در میدان حادثه و عشق و هیجان گام می‌نهد و برای شناختن راز وجود خود به جدال دقایق هراس‌آور میان مرگ و زندگی می‌رود. به دنیای حادثه و شگفتی ها به همراه هنرمندانی چون ایرج قادری، نیلوفر، نرسی، ایران قادری، شهروز رامتین و آرمان، و در کنار اینها یک نیم مرد، یک کوچیک آدم به نام حسن دوتا. شاکرتون ای والا باجی بزیر این نواحی دور اطرافم، هر جنس خرید فروش میشه تومن بخشایش مال منه. این مرد پنجه و پنجه سرنوشت افتن به جنان هزاران خطر و حادثه رفت، از اقیانوس شکست خود پیاپی گذر کرد به خاطر رسیدن به کمال آرزوهایش، به خاطر چشیدن طعم پیروزی و انتقام. جانسر، جانسر، فیلم بزرگ مادرانی سال. جانسر به کارگردانی ایرج قادری.
ببخشید، من میخوام با یه دکتر صحبت کنم. آقای دکتر، یه خانمی میخواد با دکتر کشیک صحبت کنه. وقت من تمام شده. واسه کنید به اتاقم. الو، بفرمایید چه کمکی میتونم بکنم؟ اسمش نمیتونم کمکی بزنم، اما چند تا سوال دارم. یه لحظه اجازه بدیم. یه لحظه. الو، بفرمایید. خواهش میکنم. من دارم یه داستان می‌نویسم که احتیاج به راهنمایی یه دکتر دارم. بله بله، میتونین حرفتون رو بزنین. قهرمان داستان من یه دختر بسیار است که باید با نه قرص خواب و خود کشی کنه و بیشتر از اینم قرص نداره. الان اونا رو خورده. آیا این دختر میمیره یا تا صبح از صبح میزنه و بعد به شکل یه آدم افلیج گوشه رو بیمارستان میارده؟ چرا سهلت شده؟ صدای من نشکنه؟ چرا؟ چرا؟ متوجه شدم. ولی قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، میخوام اسم و آدرستون رو به هم بگید. نه دکتر، اشکالی که نداره. شما اسم و آدرس ندارید چطور؟ نمیدونم، شاید به علت اینکه من آدم کنجکاوی هستم. راستی یه لحظه به من اجازه میدین که فنجون چایمو بخورم، داره سرد میشه. چند لحظه گوشی لطفا. مرکز تلفن پلیس. من دکتر بهروزی از بیمارستان رودکی حرف میزنم. یک زن یا یک دختر جوان روی خط بیمارستان داره با من حرف میزنه. این دختر خودکشی کرده، نمیخواد محلشو بگه، در وضع بدیه. لطفا هر چه زودتر از مرکز تلفن شهر آدرسشو برای من پیدا بکنین. اگه دیر به جنبین اون میمیره. مرکز تلفن شهر، آدرس زنی که با بیمارستان رودکی در تماسه برای ما گزارش کنید. بگوشم. خب شاید خوردی سرد شده. نه بد نبود، حیف که نمیتونم تعارفتون کنم. راستی من شما رو چی صدا کنم؟ چرا اسمتون رو به من نمیگی؟ اسم من سیما، مشکلی رو حل میکنم. منم دکتر بهروزی، علی بهروزی. خوشحالم دکتر بهروزی، اما افسوس. افسوس؟ چرا افسوس؟ سیما خوب گوش کن ببین چی دارم میگم. تو داری با یک دکتر حرف میزنی، نمیتونی اخفالم کنی. تو قرص خواب آور خوردی و خودکشی کردی و حالا در انتظار مردن هستی، درسته؟ درسته دکتر. خدا حافظ دکتر بهروزی. نه، گوشی رو نگه دار، میخوام باهات حرف بزنم. خانم. بله آقا. داد نزن سیما، چرا این کارو کردی؟ خودکشی دیوونگیه. من تو خیلی زود با هم جوش شدیم، خیلی زود دوست شدیم. جانبی مگه نه؟ دوست شدیم؟ منظورتو نمیفهمم. آخه یه لحظه دیش ما با هم دعوا کردیم، حالا فهمیدی؟ بله بله فهمیدم، ولی اگه ما با هم دوست شدیم، تو باید آدرس محل تو، یعنی اون جایی رو که هستی به من بگی. اینو از من نخواهی. خواهش میکنم به من بگو. دکتر بهروزی چی شده؟ من بد جوری گرفتار شدم. یه دختری خودکشی کرده و نمیخواد بگه، نمیخواد آدرس محلشو بگه. از قسمت امداد پلیس با اونام در میون گذاشتم، ولی تا این لحظه هیچ جوابی نرسیده. من باهاشون تماس میگیرم. خیلی خب، پس با اون تلفن صحبت کن. زود باش. مرکز تلفن پلیس، بفرمایید. بله 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 بله، به مرکز تلفن کردیم. گشتیای پلیس در جریان گذاشت. منتظر خبر ما باشید. مرکز تلفن شهر توجه کنید. مرکز تلفن شهر توجه کنید. زنی که با بیمارستان رودکی تماس تلفنی برقرار کرده، حالش داره رو به وخامت میره. لطفاً عجله کنین و آدرسشو به ما بدین. سیما حرف بزن. لجاجت و یدندگی هم اندازه داره. من دیگه دارم بیهایش. حالا. حالا. نه صبر کن. آخه این مسخره نیست؟ یه آدم به خاطر یه مش حرفای پوچ و بیهوده دست به خودکشی بزنه؟ دکتر، شما در تنهایی و بیدوشی رو نمیتونی بفهمی. بی خود من اذیت نکن. آخه تو کی هستی؟ یه آدم لجوج و یدنده. سیما، بگو کجا هستی؟ همه چی در نظرم دلتار میشه.
سیما، تو داری وقت قیمتی رو از دست میدی. این کار هیچ دردی رو دوا نمی کنه. تنفسش داره پایین میره، تا نیم ساعت دیگه به کلی قطع میشه. سیما اگه نگی کجا هستی تا نیم ساعت دیگه میمیری و همه چیز تموم میشه. خانم تو خیلی خودخواهی. من چی کار دارم میکنم؟ دارم وقتم رو تلف میکنم. اصلا تو خیال میکنی کی هستی؟ کی هستی ها؟ میخوایی بمیری؟ خیلی خوب بمیر. دوشتر این طوری باهاش حرف نزن، ممکنه تلفن رو قطع کنه و اعصابت مسلط شد. دوباره اعصابت کردم من ببخش. عیبی نداره، ولی صدای تو دیگه رمق نداره. سیما تو داری آخرین نفس رو میکشی، افریت مرگ به جون چنگ انداخته. به خودت رحم کن، محض رضای خدا به خودت کمک کن. مرکز تلفن شهر توجه کنید، منتظر دریافت نشانی زنی که در حال خودکشیه هستیم. شماره ای که با بیمارستان رودکی تماس داره از ناحیه 8. سیما بگو کجا هستی؟ دیگه حوصله‌مو سر بردی. سیما جواب بده، ببین چی دارم بهت میگم. اگه سکوت کنی، اگه خوابت ببره، برای همیشه از دست رفتی. سیما حرف بزن. چی دکتر؟ نمیتونم حرف بزنم، خوابم. سیما اثرات سم مهلک قرصای خواب‌آور به روی جسمتو غلبه کردن. سیما گوش کن. چی شد دکتر؟ داره از پا در میاد، هنوز کمکی نرسیده؟ مامورین پلیس و تلفن دارن تلاش خودشونو میکنن، نذار بخوابه. گشتیای پلیس توجه کنید، محل زنی که خودکشی کرده پیدا شد، خیابان پارک شماره 3. تکرار میکنم، خیابان پارک شماره 3. سیما حالا که پنجره اتاقت بازه، سعی کن خودتو به پشت پنجره نزدیک کنی. الان بهترین فرصته که از مردم کمک بخوای و خودتو فوراً به بیمارستان برسونی. بله بفرمایید، اجازه بدین یادداشت کنم. بفرمایید. الان دو واحد گشتی پلیس به طرف محل حرکت کردن. یادداشت بفرمایید، خیابان پارک شماره 3. متشکرم. محلش رو پیدا کردم، خیابان پارک شماره 3. این پنجره که بازه، فکر میکنم همینجا باشه. بله احتمال داره. تمام طبقات در رو بزنید. در باز کن. هر چی در میکنه هیچ کس جواب نمیده. من میدونم چی کار. دکتر احمدی من الان رسیدم، حالش هیچ خوب نیست، بگید بخش آماده کنن، من الان میام. لا جوجو یک دنده بیدار شو، اگه بخوابی میمیری. بیدار شو تو پرچا کن. آروم باش. نه 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 نه
چطوره دکتر؟ از خطر گذشت قهرمان. متشکرم دکتر، متشکرم. خیلی نگرانش. رفت نگرانیش. راستی یه ساعت از نیم شب گذشته، بهتره بری خونه استراحت. ممنونم دکتر، ممنونم. شب بخیر. شب بخیر. بابا این چراغ خاموش کن، من میخوام بخوابم. خیر، ساعت 3:30 شب نیومد. چقدر فرق میذاره بین دو فرزند؟ کجامونه؟ سیبیل نداریم کتاب. خدایا کجامون؟ نه نه، انقدر فکر بد نکن، آقا داداش بچه نیست که گولش بزنن. صبح که رفت گفت شب کشیک نداره. مریض خونه که خبر نمیکنه، شاید یه بخت برگشته این مخش عیب کرده باشه. خب اونم مجبوره بمونه که تعمیرش بکنه. کاش مغز تو رو معالجه میکرد تا من از این بلنگاری و بیخیالی های تو راحت میشم. نه نه، حالا بگه چیکار بکنم؟ باشم چراغ دست بگیرم شب و نصف شب را بیافتم توی کوچه های تنگ و تاریک، هوار بکشم؟ ای یوحناس، کی آقا داداش شما رو دیده؟ خفش و کپه مرگت بذار رو چشم ننه جون. انگاری آقا داشتم اومد، من کپیدم. سلام مادر، تو هنوز بیداری؟ چشم به در خوش شد. تا حالا کجا بودی؟ ساعت از سه هم گذشتی. هر وقت دیر میکنی دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. ناراحت نشو مادر، وقتی میخواستم بیام یه تلفنی شد که مجبور شدم به کمک یه آدم دم مرگ برم. صبح بخیر آقا داداش، من فکر میکردم پای یه زن در میونه. اتفاقا یه زن خودکشی کرده بود، کلی درد سر کشیدیم تا تونستیم از مرگ نجاتش. خیلی دل ننه، خاک بریز رو شستم. نگفتم پای زن در میونه. شب بخیر. بد اخلاق. آه چطوری دختر خانم؟ خوبم دکتر. دیگه فکرای بد به سرت نزنه. این گل رو کی آوردی دکتر؟ کسی که زندگی تو نجات داد. اون کی؟ راستی نمیشناسیش؟ دکتر بهروزی، بهترین جراح مغز این بیمارستان. خوبه، طبیعی. خانم سیما، توصیه شده حداقل شما یک هفته بستری بشون، برای اعصابتون لازمه. ولی دکتر من نمیتونم اینجا بمونم. قرار نشد دخول میکنی. دکتر جاوید، حال مریض من چطوره؟ عالیه، از این بهتر نمیشه، اما یک کمی بدخلقی میکنه. رامش میکنم. متشکرم دکتر، متشکرم. ای یاقی لجوجه یک دنده. سلام. شما؟ میخوام خودم رو بکشم، از این زندگی خسته شدم. تو نمیتونی جلوی منو بگیری، منو به حال خودم بذار. الان تلفن رو قطع میکنم و خیلی حرفای دیگه. از شما بودین؟ دکتر بهروزی؟ آره، من ازتون تشکر نمی کنم، چون کاری که منو خوشحال کنه نکردن. اما به هر حال باید بگم که منو شکست دادی. اولا باید بدونی وظیفه یک پزشک به خاطر تشکر بیمار نیست. ثانیاً من تو رو شکست ندادم، فکر بچگانت رو مهار کردم. تو هنوزم وضع روحی خوبی نداری. من پیشنهاد میکنم به جای یکی بدو کردن با من، بهتر استراحت بیشتری بکنی. کاش تلفن نمیکردم. چرا؟ برای اینکه حالا مرده بودم و مجبور نبودم نصیحت های یه دکتر رو گوش کنم. یعنی مردن بهتر از حرف زدن با منه؟ وقتی میبینم هنوز زنده، مثل اینکه خدا تمام قواشو به من داده. دختر تو تازه اول زندگیته. این حرفا چیه؟ قصه، ناامیدی، خودکشی، آخه یعنی چه؟ نمیدونم دکتر. چرا میدونی؟ به من اطمینان کن، دکتر محرم بیمارشه. اگه غمهاتو به من بگی سبک میشی، شاید بتونم کمکت کنم. آره، من از این حرفا گذشته، ولی خیلی دلم میخواست مثل شما به زندگی امیدوار بودم. میدونی هر نوع امیدی یه روز امیدوار میشه. دنیا پر از امیده، اگه تو دنیا امیدی نباشه آدم میمیره و نابود میشه. پس من همون حرف آخرم، هیچ چیزی مثل مرگ نمیتونه منو راحت کنه. میبینی دکتر، من تسلیم نمیشم.
پس مبارزه من و تو هنوز تموم نشده. دکتر بهنزی لطفاً به بخش جراحی مراجعه کنید. شما رو صدا می‌کنم. دکتر بهنزی لطفاً به بخش جراحی مراجعه کنید. میدونی الان کجا باید برم؟ به اتاق عمل تا مغز یک مریض رو بشکافم و از بیماری نجاتش بدم. امیدوارم بتونم بدون اینکه مغز تو رو باز کنم تو رو شفا بدم. افتادی. خوشحالم که میبینم از تخت پایین اومدی. حالم خوبه دکتر، میتونی مرخصم کنی؟ عجله نکن سیما خانم، دو سه روز دیگه مهمون ما هستی. دیگه نمیخوام اینجا بمونم، داره حوصله‌ام سر میره. آه هنوز دست از شورش بر نداشتی، تا تسلیم نهایی اینجا میمونی. خواستم قبل از رفتن یه چیزی بهت بدم. اگه برای تقویت روح باشه پرتش میکنم. اتفاقا آرامش بخشه. این چیه؟ بازش کن. قرآنه. خدا کمرم نمی کشه سر بالا، کمر خرابه. چجوری بریم؟ دو پله بالا سه پله عقب کرد نمی کشه، با دنده عقب بریم. خدا کنه کمپرس نکنه. اخش گلفاق ترکی برداشت. چرا اینجوری شده این سر بالا؟ این سر بالا قوچک با دنده کمک بذارم. حسن خیر ندیدی؟ خروش خونه، خبر مرگت حالا که اومدی حرم شنگه رو انداختی؟ قربونه ننه اخمالوتم برم که سردار همه مادران. آخه زلیل شدی، چرا این موقع شب اینقدر صدای اون ابو تیارت رو بلند میکنی؟ ننه فاش ناموسی نداشتیم. من صد دفعه گفتم، هزار دفعه دیگه میگم، من موتورم رو طلاق بده نیستم. مردم چه گناهی کردن که باید عربده های تو رو تحمل کنن؟ سلام از شد آقا داشت، مردم وظیفه شونه ما رو تحمل بکنن. من نه 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 میگه الهی، من نمیگم، شاعر میگه، خیل و شعرش هم با خودش میگه الهی. ما که خوشی تو پدر هرچی ناخوش بسوزون. مگه قول ندادی که لب به مشروب نزنی؟ بازم که مست اومدی خونه. به جون آقا داداش، به ارواح خاک آقام داشتم مثل بچه آدم میومدم خونه، که یه وقت وسط را دیدم اصغر آقا فلاکت، حسن آقا نزاکت، با دو تا رفیقاش اسمان کرامت و احد شرافت خوردم به پست ما. اما کنه اونا کاره، از اونا اصرار اما انکار. اصغر
پسر اقا فلکت گفت هستم مرچه جون ما یه چی که گفتم عشقت حسن نزکت گفت یه چی که گفتم عشقت یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم ما موندیم و چار بود عرق خالی. حالا چرا اینقدر پر حرفی میکنی پسر؟ لباساتو در بیار بر بگی بخواب. چشم ننه خلق خوشتو ناخوش نکن چمنتم چکرتم باشی بگی منم قد درد میزنی ننه سب کن ببینم بیا بیرون بینم بیا سر این پاچره بگی تو اون پاچره بدم دست بر در اومد بگی بارش کن باشه تو نه نکن بدش به من خیلی خواب خواب چلو کلی کار دست مردم داده این هکل شگیج میریم چه یاری سیبیل بکه سیبیل مریض اتاق 24 کجاست؟ دکتر جاوید مرخصش کرد. ببینم پیغامی چیزی نذاشت؟ نه خیلی دکتر. متشکرم بفرمید. سلام آقا با کی کار داری؟ ببخشین سیم خانم نیستن؟ نه آقا دیگه اینجا نیست بعد از اون اتفاق از اینجا رفت دیگه هم بر نگشته. نمیدونی کجا رفت؟ نه آقا نمیدونم. بله متشکرم. به سلامت. بخور مادر از دهن میافته. چینه قمه تو پیشونید ببینم ببینم چی شده. هیچی چیزی نیست. تو بیبریم تو عقده داشت رو ماره زیری ننجا
باشه نگه تو آره هستم مرچه تا ایومت ایومت قلومت ماشه بس بفرما چمانه تا هرو سولات رو هر چی کار میکنی آره واسه جاهل آف داره بله حق بابا وقت درش یه چیکه واسه سبب شدن خوبه بله بابا باید کس به اجازه جانه سینا جون چرا گرفتی؟ الان نوبت توه نمیدونم چی بگم اختر چی شده؟ جون اختر بگو چی شده آخه کسی که نباید من اینجا ببینه اومده چی؟ همون دکتره؟ آره دکتر بهروزی بیا اون آدمی که من میبینم اونجوری غم زده نشسته عاشقه ای ناقلا گلوت پیش خوب کسی گیر کرده ها چون من الان چیکار بکنم آخه دلم داره میلرزه به خدا این حرفا کدومه برو روسن کارتو بکن اون اگه تو رو دوست داشته باشه هر جور که باشی دوست داره برو گذاشت داغ داغ داغی رو دستم
دارم من اینم که هستم بیا با من بمون با دلم سر آخه دوستت دارم اینو باور کن آخه دوستت دارم اینو باور کن نگاهت با نگاهم آشنا شد دیری میدیم دیم دیری میدیم دیم دیری میدیم بخ بخ چه مفقره کردم میذاریم بفرمین بفرمین خشمندم چه چمنم چه کرم مخلصم فرمون برم بفرمین بفرمین چمنم بفرمین آقا داداش خوشحالم که خوشحال میبینمه چرا زودتر نگفتی که دلت تو قمار عشق باختی بله میفهمم چکه میفهمم دلت بگه دلت زنده داشت ببخشین آقا داداش ام بفرمی کجا برم شناسنامه شهر دست تو حسن آقا من و سیما امشب مهمون تو این خدا چمنتم بالاخره یه شب آقا داداش مهمون ما شد که البته مخارجش با خودشه این مدت بهت عادت کرده بودم وقتی اون روز صبح به بیمارستان رسیدم مثل همیشه اومدم تو اتاقت وقتی چشمم افتاد به تخت خالی و رخت خواب مرتب شده فهمیدم که گذشته بی خبر رفتی چجوری برات بگم یه مرتبه تمام بدنم یخ کرد حال من از تو بدتر بود منم گرفتار محبتهای تو شده بودم اما میترسیدم بهت بگم دوست دارم میترسیدم بهم بخندی آخه خیلی از مردم شغل منو بد میدونن فکر میکنن هر خواننده و رقاصی باید نانجیب باشه شاید مردم اینجوری فکر کنن ولی وقتی آدم گرفتار شد دیگه این حرفا فراموش میشه چیه چرا ناراحت شدی؟ باش کی باشن؟ صفتری صفتر کی؟ دوست اختری و مشکل داده شد بفهمین اختر کیه؟ همکار منه تو کاباره کار میکنه حالا چرا این سگ چارچش ما رو بپا؟ خب حرف حسابشون چیه؟ آخه صفتر مدتی به من پیله کرده آدم پر درد سریه نمیدونم بالاخره میخواد چه بلایی سر من اه سرگه چی باشه؟ اگه آخداش اجازه بدن الان پیادشو میکنم حسن کتاب کلکی تو باقی خدا سر به سرشون نذاری اون آدم های خطرناکی هن خون را میندازن آنه سیما خانم بلای سرشون بیارم که مرغای هوا به حالشون قارقار کنن و سگای بیابون باغ باغ کنن و ماهیای دریا هوار هوار کنن حالا از زیر میز یه جاتو با من عوض کن واسه چی؟ گه هرچی حسن میگه گوش کن سیال مطل نکن بعد میفهم فعلا ساکت باش بعد همه چی رو میفهم آخه این چه کارایی من سر در نمیارم حالا چطور؟ شب خیلی خوبی بود در جوارتون خوش گذشت مامان جون منتظره شب بخیر آقای شب بخیر قربون شما شب بخیر مرافیا بخ از دست این لافلوت آدم این پیچا باش Thank you.
خیمه خانم، خیمه خانم کجا با این آجاره؟ صاحب صاحب بابا تو کار داره. من دست سوختن کار مادر نداره. مادر ناچته بی کس کار ما رو رنگ میکنه. ناچته بی کس کار خودتی طوره که رنگ میکنم. هیچی آقات هم رنگ میکنم. یه الان اینه فانوس رو هم چینت میدم. یه رو ملی قرمه سهبه 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 خوشگله حالا دیگه پا ما آماره بیا بیرون ببینم بیا بیرون داره میبنی بیا بیرون بیا بریم هستم شما بفرم اقدا داشت بنده کار خصوصی دارم میام خیلی برسی بیکی بیدن آخه نمیتونه چون که باید فرار کنه بیرون بیجا بیرون باید بیجا بکن بیا بیرون جونم به یه آخداش دوشتر نو کردم دوستو به گرد کلوفی نایدی قلده داشت خواده بود آخ دستم شکست تا دردناتم نشکستم و گسیم ها کجاست چطور شد یه قیبش زد اختر اگه بخوای بری من عوضی بری کلاکت کنده به خدا دروغ نمیگم صفدر چند روز یکی ازش خبر ندارم تو با اون زندگی میکردی چطور میشه ازش بی خبر باشی؟ از اون شبی که دیدیش یه چند روزی پیش من بود از اون شب دیگه نه به خونه میاد نه به کاباره نمیدونم کجا رفته آخه چه دروغی دارم بهت بگم هر جا باشه پیداش میکنم نمیذارم اینجوری بمونه اختر
اگه دیدیش از قول من بهش بگو مگه دستم بهش نرسه. این خط این نشون. جوابم ندادی. چی بگم؟ بگو آره. هر چی فکر میکنم میبینم من اون پایین هستم و تو اون بالای بالا. وقتی فکر میکنم میبینم من به درد تو نمیخورم، شاید نتونم خوشبختت کنم. گوش کن سیما، منم از یه خانواده پایین شهرم. پدرم کارگر بود، کلی زحمت کشید و خرج تحصیل منو داد تا دکتر شدم. خونه که من و مادر و برادرم توش زندگی میکنیم هنوز که هنوزه تو پایین شهره. من یه اشراف زاده نیستم. میبینی که خیلی به هم نزدیکی، میتونی با هم کنار بیای. از این گذشته وقتی پای علاقه و محبت در بین باشه فاصله ها از بین میره. فقط به من قول بده تا روزی که با هم هستین صاف و یه رنگ باشی مثل این آب زلال. قول میدم هر جوری که تو بخوای همون جور باشه. میخوام زندگی گذشته تو هر چی که بوده هر جوری که بوده فراموش کنم. قول میدم. قسم بخور که هیچ وقت حتی یک کلمه به هم دروغ نگی. قسم میخورم. قول بده هر کی و هر چی تو حالا تو زندگیت بوده همین جا برای همیشه خاکش کنی. قول بده از این به بعد هیچ کدوم از همکارای گذشته تو نبینی و گذشته ها رو فراموش کنی. قول میدم. منم قسم میخورم که بعد از خدا همه کس و همه چیز من تو باشه. منم قسم میخورم. خب یه چیز دیگه. دیگه چی؟ میخوام یه چند روزی مرخصی بگیرم. دلت میخواد کجا بریم؟ مرد صاحب اختیاره، تو بگو.
تو که چیزی نخوردی؟ چرا؟ راست میگن وقتی مردا زن میگیرن چاق میشن، ولی من باید مواظب شکمم باشم. تو عشق منی سیما. میخوام بهت مژده بدم. مژده؟ آره. میدونی تو به زودی پدر میشی. چی؟ تو آبستنی؟ مصابه بچه میشی؟ آره عزیزم. فدای شما شده. بذارم زمین. ببینم پسرمون کی به دنیا. از کجا معلومه که پسره؟ من مطمئنم که پسره. خیر دختره. نه خیر پسره. نه دختره. من میگم پسره. باشه هر چی تو میخوای همونی. اصلا یه دو قلو میزایی، یه پسر یه دختر. باشه. خدا خدافظ. ازم سیر شدی؟ نه پس یالا نه آخه چرا؟ به یه شرط تو بیا هر شرطی باشه قبوله میخوام جواب بی حرمتی اون شب دکترو بدن میخوام حتی واسه یه دفعه هم شده تنهایی رو در رو چشم بیافته تو چش سینا میخوای با دست خودم برای خودم رقیب بتراشم اون حالا دیگه شوهر داره فکر بد نکن من یه موی تو رو با صد تا مثل اون عوض نمی کنم باز کاری کنی که یه روز تو همین هفته اونو بکشی به خونه ای که نشونیشو بعدن بهت میدم همین این که کاری نداره حالا بیا تو بغلم گرم بفرمایید. سلام تو یخته خیلی بی‌معرفتی سیما عروسی کردی به ما شیرینی ندادی ازت خیلی گله دارم به کلی منو فراموش کردی نگفتی یه وقت ما با هم دوست بودیم آشنا بودی هر زنی که شوهر کرد باید همه درا رو خودش ببنده شماره تلفن منو از کجا گیر آوردی کی بهت داد کی میخواستی بده شوهرتو تو این شهر اینقدر سرشناسه که از هر کی بپرسی شمارشو بلده اقلا میخواستی تو این مدت یه حالی ازم بپرسی ببینی من مردم زندم آخه گله نکن اختر به خدا من تقصیری ندارم میدونی چیه شوهرم خوشش نمیاد من با دوستای گذشتم رفت آمد داشته باشم حالا فهمیدی؟ ببین سیما از اینکه تلفن کردم ناراحت نشو مدتی وضعم خوب نیست بیکار شدم
اگه ممکنه یه خود پول به من قرض بده. چقدر؟ 500 تومن؟ به خدا ندارم. ببین 200 تومن الان میتونم بهت بدم. نه 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 خودت نیای اینجا، یکی رو بفرست بدم برات بیاری. قربون تو، فدات شم الهی، خدافه. عالی بود، حالت خوب بازی کردی، خوشگله. بگین اینو تهیه کنم. چشم. الو؟ بله بفرمایید، خودم هستم. شما؟ دونستن اسم من دردی رو دوا نمی کنه. فقط تلفن کردم شما رو از خواب بیدار کنم. این اعتماد و خوشبینی بیش از اندازه به صلاح یه مرد نیست. میتونم ازتون خواهش کنم با گوشه و کنایه حرف نزنیم؟ آی دکتر بهروزی، سربسته بهتون میکنم. یه زن کافه ای همیشه زن کافه است. هیچ وقت اینجور زنا دست از هوسبازی و هرزگی هاشون بر نمیدارن. سیما قبلا معشوقه یه مرد دیگه بوده و حالام که با شما ازدواج کرده هنوز با اون مرد رابطه داره. میدونین این کار ناجوان مردونه است. من وجدانم قبول نکرد شما رو در جریان نگذارم. شما مرد خوشقلبی هستین. خواهش میکنم چشماتون رو وا کنید آقای دکتر بهروزی. موفق باشین. واضح‌تر صحبت کنیم. نه الو الو الو. یه زن کافه‌ای همیشه زن کافه است. سیما قبلا معشوقه یه مرد دیگه بود و حالا که با شما ازدواج هنوز با اون مرد رابطه بود. هنوز با اون مرد رابطه بود. انگار نوبرش آوردن. مگه ما اینجا لولوس خریم؟ اون منم که واسه کم نوبته که از قره اوستاسه محمد شاطه تقی سکخور بار بزنن به جنوب، جلیل زغالی عباس بیگنا صمد میراخور بار کنن واسه شما. همین بری رد کارتون میرم. آخه بیا آخه لب بدوز بزن نسیم بیاد بار بینم. برو رفتم شما چه میشه؟ خور میزنم. با ما عمری بود آخ سفته. جلدی میپری سر صورت و صفا میدی میخوام بفرسم دنبال ماموریت. این دور باز کجا بریم آخ سفته؟ همون جای قبلی منزل آخ دکتر. قربون برم آخ سفته رو. من تلاشو بود بینم. ناکرتیم. سیما خانم یه چیزی میگم یه چیزی میشنفیم. در زندگیش تو هم پیچیده، بیکار شده، الان مریض و بیحال گوشه رخت خواب تو خونه دوست شهین افتاده. باور کنید پول نسخه دکترش هم نداره. مگه الان تو خونهش نیست؟ نه سیما خانم، صاحب خونه بیرونش کرده. آخه من چیکار میتونم واسش بکنم؟ اون دیگه بسته به سلام عزیزم. اون مرد کی بود؟ کدوم مرد؟ همونی که داشتی باهاش حرف میزدی؟ اون مرد موتور سوار. اون آره. اون مرد، اون مردی که با عجله رفت، اون کی بود؟ اون چیز بوده، یه آدرس عوضی داشت، دنبال منزل آقای محمودی میگشت. عزیزم تو تو لباساتو در میاری من برم نهارتو بیارم. الو، بله، لطفاً گوشی خدمتتون. آقای دکتر، تلفن. بفرم. مرسی. الو، بله. لطفاً یه دقیقه. شما بعدم. بله. بفرمایید. آخه تو کی هستی؟ از جون من چی میخوای؟ چرا مثل خوره به جونم افتادی؟ راحتم بذار. گوش کن، گوش کن آقای دکتر، عصبانی نشو. به شرافتم قسم میخورم که من منظوری جز خیر و صلاح شما ندارم. حق با شماست، حقیقت طعم تلخی داره، کشنده است. اما یه مرد باید تحمل داشته باشه. اگه از کوره در نمیرین به این موضوع خوب گوش کنین.
سیما عیال سرکار تا چند دقیقه دیگه واسه دیدن اون دوست مردش به یه خونه فساد میره. زنی که قدم به ناجور خونه بذاره من فکر میکنم دیگه کارش تمومه. آقای دکتر اگه این حرفا رو قبول ندارین میتونین همین الان به این آدرس مراجعه کنین. خیابونه شده. مثل که حالتون خوب نیست. چی گفتین؟ گفتن مریضتون تا یک ساعت دیگه برای عمل حاضر میشه. لطفا آماده باشید. بله باشه باشه. بسیار خوب. یلا یلا دو تا شیلی بسات رو بشیر آگه سات لیم اجا میرم ایت به سات رو شدین اینجا دو تا سات رو بسیر آگه یلا بین برا 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 این دست شمالا این دست شمالا بینم کشم بلا اصلا نمی کشم برو بلا شمالا یلا 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 برو بینم 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 Thank you.
دوش همه چیزو میگم، میگم که همه اینو شما رو تو بپا کردی. خفه اگه لب با کنی با آتیش میکشونمت. سفتر تو همیشه تو زندگی به خودت فکر کردی، تو خوش باشی گور پدر دیگرون. بسه گورتو کم کن، دیگه ازت حالم به هم میخوره. سب کن، وقتی چشم با کردم همه چیزم ازم گرفتی، حتی ناموسمو. بعدم انداختیم گوشه کافه ها، ازم خواستی که سیما رو ببینی، به هم نگفتی که میخوای زندگیشو به باد بدی. سفتر من میرم از سیر تا پیاز حقیقتو به دکتر میگم، میگم که زنش بیگناهه و تمام کلک ها زیر سرت توه. تو منو گول زدی، تو اونو بدبخت کردی. تو چه خواهد شو دهانه تو کل میگیری و بیگم بیترم زنده باشی که بگرم تو کتی چه میکنم اگر من گذاشتم تو زنده نبونی نامردم میترشمه. بیرم کن کلی کشت مرده داره. میگم که من نمیگم، شاعر میگه سبز و سفید یه ست تومن، ترخ و سیاد 300 تومن، حالا که رسید به سبدر چی بگی میارزه؟ قربونم بره الهی. بلاخره رسیدیم، الحمدلله رب العالمین، خدا منو تاجرم پونه ایشالله. سلام علیکم قاسم آقا. بابا دست کن دست خوش گلی به گوشه این جمالت حسن آقا مرکه. من صبح خروزخون بارو به تو تحویل دادم، تو سلات زار آوردی برده. قاسم آقا به جون تو نباشه، به جون هرچی نامرده، تو را که می اومدم چشم خورد به یه پیر زن علیل زمینگیر افلیج، دست جلوی هر ماشینی دراز میکرد، هیچ نامسلمانی بهش نهل نمیذاش. قاسم آقا تو نبیدی تو این دور زمانه انسونیت پر زده آقا، انصاف و مروت دود شده رفته به هوا. اینجا بود که وجدانم منو صدا زد و گفت حسن مورچه. گفتم جون مورچه. گفت میازار موری که دانه کشست. خلاصه یک کلون قاسم آقا، تو مرام یه رنگی لوتیگیری با وجدانمون، ما هم زرکی زدیم رو ترمز و اون ضعیفه مستحق و سوار کردیم رسوندیم مرز خونه. حسن مورچه شین مادرت حلاله. چه؟ انشالله که خیر از جوونیت ببینی. بایدونتا خدا من از آجم کنم این ناکارش میکنم خود سه ساله رفتی میکنم بگی بینم بابا نالوتی بابا آبجی ما. آره آبجی ما من با آبجیم شما. آره بابا هی بلا قاسم آقا تو حالا چی میگفتم؟ بیا کار خیر بکن، بعد شرش تو مانتو میگه. چه کار خیری بیشرف؟ تو نمیگفتی بچه‌مون گل باقالی در میاد؟ نه
حضرت آقا قاسم آقا نمیره جفتتون بمیری من اصلا بچم نمیشه توف برود بیاد حضرت نوکه این بود کار خیلی مرگه تو تومت آمد ناکس بیمعرفت موضوع تجاوز چیه چی؟ تجاوز؟ خانم همه شما تجاوز کردن میخواستی بکنی ای بله با مولا قسم الان خونتو حروم میکنم راستش بگو قضیه چی بود چشم چمنه تم خونده بفرمی تو همه شو مو به مو واسه تو تعریف بکنم توجه کنه آین محترم توجه کنه بنده این ریختی اومدم نشستم پشت موتورم سویچ کردم تو سوراخ سویچی ترمز و یعنی این هندل زدم ماشی روشن شد گذاشتیم تو دنده باطل اومده تو دنده یک و دنده دو باز اول به میگوهش دو بود رفت چیز بریدم به هم قول دادی که با هم یه رنگ باشیم پس چرا به هم نارو زدی چرا به هم دروغ گفتی تو چی میگی با کی هستی زن هر جایی تو که زندگیمو به پات ریختم اینجوری جواب خوبی ها و محبت های منو دادی توف برود بیاد چیته مگه دیوونه شدی چه تا شلوغ کردی؟ آره کنار دستت شفم با کی این وقتشم؟ آقا داسته هم اله بود شده مادر چی شده آقا نبینم چی شده انگاری که عرق خورده حرف بزن آقا داداش حرف بزن باشه آداش خیلی عوض شدی شما که الان خفا نبودی شما با بدمسته بس شدی که خفه شو آزان خفه شو چه میزنی مادر نه مادر بده نه حتما یه قهره تو درشه سوپه تو درشه برمان آقا داشت درد دوست دارم چی شده مادر حرف بزن بگو مادر چی شده آخه شما ها چه میدونی لشکر غم به جونم خیمه زده دل بیغم مال خدا ساخته داشت کمرم شکست خورد شد باسی ما حرفت شده نه خدا نکرده مریضه؟ نه آقا داشت تو رو بروای خاک آقا بگو چی شده مادر عروست مرد ایمان گوشت یا قمر بنی هاشم شرف مرد ناموسشه
وقتی نداشت هیچی نداره. مادر اومدم بهت سرسلامتی بدم. سیما مرد، منم به خودش کشت. اون شرف و آبروی منو به باد داد، ناموسشو فروخت. مادر سر کار. منم میخوام بیام. اونجا که جای تو نیست مادر، تو خونه باش با خاله خانم بازی کن. ماما من خاله خانمو دوست ندارم، نمیذاره برم تو کوچه با بچه‌ها بازی کنم. خب حق داره مادر، خدای نکرده گم میشی، اون وقت من دیگه شهرام ندارم. و نمیخوام منم میخوام باهات بیام سر کار. منم میام شهرام جون، بیا خودم میبرم ات پارک، اونجا با بچه‌ها بازی کن. اون دروغ میگه، منو نمیبرم پارک، منم میخوام. چرا عزیزم، وقتی کارشو کرد حتما میبرتت پارک. یه باید خاله خانم جون، با خاله جون میریم بازی میکنی. مواظب خودت باش، ننیگم باش. بیدار کردم. حالا چوبمو میدی؟
چرا نه؟ پنیره بی نمک بگی هی شورشو میگیری حواس که واسم نموده ماده داخل واسم بده کلی هم کار نمیکنم دارم از قصه دق میکنم آخه کی باورش میشد علی که یه روز چشم و چراغ همه بود حالا معلوم نیست شبا سر به کدوم بالین میذاره چجوری شبا روز میکنه ننه خدا کریمه خودش یه روز خسته میشه فکر و خیال از سرش میفته و بر میگرده چرا نمیری دنبالش مادر؟ ای والا ما تا حالا ده تا نیم تخ به کفشمون زدیم بازم بری دنبالش اما اون که هر چنایی همو نداره باشه مادر جون ولی تو باید هر طور شده بیاریش خونه پاشو برو بیار جونم پاشو قربونت برم پاشو مادر قربونت باشه ننه هرچی که بگی چمنتم خدا عوضت بده مادر جون ببینم شهرام بابات میدونه تو اینجایی نه بابام اینجا نیست رفته مسافرت ولی مامانم میگه اون زودی بر میگرده بیا این بالا بایست همینجا تکیم بابام رفته قولا رو بابام رفته قولا رو بکشه آخه اون خیلی زور داره مامانم میگه بابام وقتی قولا رو کش اون وقت سوار اسب سفید میشه خب. اون وقت میادش خونه پهلوی من اون وقت من وقتی بابام بیاد سوار اسبش میشم میگم تو هم سوارش کنی باری کلا کوچولوی مامانی میدونی من تو رو خیلی دوست دارم آره میتونم حالا که بازی کنی بازی کنی؟ خیلی خوب باشه بریم بازی کنی آلکا تو کی هستی؟ من داش آق داشم شما کی هستی؟ منم رفیق آق جاجوشم خب پس منم آقاموتم نه جونم به قیافت نمیاد به خودی خودتو به ما نچسبو من اصلا قمو نجارم خب پس آقا دایتم چون خود نکن جایی هم نجارم
خاله زادتم، خواهر زادتم، برادر زادتم، عمو زادتم، اصلا مادر زادتم، اصلا چمنتم. چمن چیه؟ آه چمن دیگه، چه چاکرتم، این مخلصتم، نو نوکرتم بچه از آوه چقیش، جمع فرمون، گرد پیدم. حالا یه دقیقه، با اجازه برم خدمت آقا داداش واجب العرضم. چمنتم، چه چاکرتم، نو نوکرتم. سلامت ترسم. چرا این برا اومدی؟ والا چه عرض کنم؟ اگه تو چک و چونم نمیزنی، اگه رو نوکرت زمین نمیدازی، خواستم بگم یه توکبابی خونه اون پیرزن غم زده واسه دل ناگرونه. چرا نمیذارین به حال خودم بمونم؟ اصلا چی میخواید؟ آقداش من ناگرتم، ننه روز و شب ننه همش نشستم و عشق میریزه، خدا رو خوش نمیاد. من در ادای خدا یه توکبابی اون تو رو ببینه. من دارم میرم. کی برمیگردی؟ ببین فردا برمیگرده، من بهت قول میدم اون هیچ وقت این ملک پدری را دست نده. باشه برو، منتظرت میمونم. خداحافظ. خداحافظ. خب بایزه بزرگترها، مرمت عالی کم نشه، سایه عالی مستردا. شمانه دا عروسکی که گفتی برام بیاری یا یادت باشه ها، بیاری یا حتما میارم. بریم. خوشتی مرموزه دیگه. آه مثل این که داره یادم میاد، شما دکتر نیستی؟ چرا؟ ببینم اسمتون دکتر بهروزی نیست؟ چرا؟ درسته. ولی شما کی هستی؟ سیما کجاست؟ سیما زنتونو میگن؟ مگه اونو میشناختی؟ ما با هم دوست بودیم. اون مرده. مرده؟ آره بعد از اون ننگی که بالا آورد برای من مرد. نه اون بیگناه بود، هیچ تقصیری نداشت. شما منو نمیشناسید. من اخترم، حق دارین که منو نشناسید، چون من خیلی تغییر کردم. ما با هم توی کاباره کار میکردیم. تو
تو دوست صفدر بودی، درسته؟ آره، خوشحالم که صفدر مرد. یعنی من اونو کشتمش به خاطر سیما. چند وقتی بیشتر نیست که از زندون آزاد شدم. باعث تمام بدبختی های تو و سیما صفدر بود. صفدر بود که سیما رو به اسم دیدن من به اون خونه فساد کشوند. شما و سیما رو خونه خراب کرد. بالاخرم تقاصشو پس داد. ولی دکتر، زن تو پاک و بیگناه بود. تو چی داری میگی زن؟ به اون خدایی که منو تو رو آفرید دارم حقیقتو میگم. سیما بیگناه بود. من همون روزی که جریانو فهمیدم خواستم بیام همه چیزو به شما بگم، اما صفدر نذاشت. منم اونو کشتم و رفتم زندون. از پشت میله های زندون دستم به شما نمیرسید. حسن! اینجا که نیست حتمان، این طرف باید باشه. نیستش، از کجا رفته؟ آقا دار، تو رو خدا، تو رو به علی، تو رو به امام اولی بیبرین. برین سیما رو پیداش کنین. حالا که معلوم شده اون بیگناه، نباید وقت رو تلف کنین. برین از زیر سنگ دم شده بگنین پیداش کنین. حسن، منم برای پیدا کردن سیما دل تو دلم نیست، اما به این بچه قول دادم که واسهش عروسک بیارم. نمیخوام چشم برایش بذارم. آقا داش، امرو که نیستش، فردا میه بهش میریم. جریمشو من یه بستن قیفی براش میخرم. باشه، بیا بریم. آقا داش، چانتم، چه چاکرتم، می مخلصتم، نون نوکتم. چی برات آوردم؟ شهرام، بپر یه تاکسی بگیر، باید فورم برسونیش بیگه هستم رو دکیم. نه نه به جمع هستم. باید ماشین تصادف کرده، برید کنه، ببینم، برید کنه. من عموشم. برانکار بیایید. خدا همه کنم سوتا. شما باید 3000 تومان مرمت کنید. 3000 تومان؟ برای مخارج اولیه. نمیشه بعدم بپردازن؟ نه آقا، مقررات بیمارستان باید رعایت بشه. حسن، دستم به دامنت، یه کاری بکن. آقا داش، حتی موشته نوکرت بیخیال این حرفا باش. به خدا چمنتم، تا حتی نداری چه غم داری؟ قلم میرم، اگه زیر سنگم شده این پول فراهم میکنم میرم. برو ببینم چی کار میکنی. الهی چمنتم، چه چکرتم، می مقصدم، می نوکرتم. به قول شاعر، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برقر سیرت زیبا بیا. این موتور با این همه محسنات داره چوب حراج میخوره، خریدارش خیلی میبینه. قیمتی که روش میذارین 3000 تومنه. کمو 3000 تومن؟ 3000 تومن 1، 3000 تومن 2، 3000 تومن 3. نبود؟ یه خریدار جمع مرد پیدا نشد؟ خوش ملک خورده، همه جیبا رو پشت رو کردن. ای روزگار رو بینسا. حسن مرچه، چرا بخوام اتارتو بفروشی برادر؟ احمد آقا، جونتا یک گرفتاری پیش اومده که ناچارم برفوشمش. چه گرفتاری داشی؟ های جون، یه بچه در وسطه. پول این موتور میتونه جلوی مرگشو بگیره. باید همین الان هر تا شده موتور رو پولش کنم. ببین حسن مرچه، موتورتو نفروش، چون کار خیر در پیش داری. بریم تو میدون، حداقل 100 تا جوون مرد و لوتی پیدا میشه که هر کدوم میتونن یه جوری کارتو راه بندازن. هنوز تو این ولایت جوون مردی و لوتیگری نمرده برادر. دکتر داره وقت میگذره، چرا عملش نمی کنین؟
فعلا دکتر جراحمون در بیمارستان نیست، باید صبر کنیم تا بیاد. تا اون بیاد دیر میشه، این بچه احتیاج به عمل فوری داره. چاره‌ای نداریم، گفتم باید صبر کنید. اون بچه داره میمیره، حالا از یه جراح دیگه کمک بگیرید. متاسفانه فعلا به کسی دسترسی نداریم. پس اجازه بدین من خودم عملش کنم. شما؟ خواهش میکنم این اجازه رو به من بدین. نه، من فکر میکنم شما اعصابتون رو به کلی از دست دارین و دارین هزیون میگین. نه، شما بخشی آمپول مسکن بشه بکنین. شما اشتباه میکنین. برم کنین آقا. شما اشتباه میکنین. به قیافه نگاه نکنین. دکترم، من یک جراحم، جراح مغز. اون بچه داره میمیره. دکتر جاوید، شما که اینجایید، شما بگید که من دکترم. شما که منو میشناسید. دکتر منم علی، دکتر علی بهروزی. منو نمیشناسی؟ اون بچه داره میمیره، اجازه بدین من خودم نجاتش بدم. دکتر بهروزی، این تویی؟ خوشحالم که میبینم. این چه وضعیه؟ دکتر جاوید جون اون بچه در خطره، کمک کنین تا نجاتش بدین. دکتر من به تو ایمان دارم، ولی الان صلاح نیست تو این کارو بکنی. مدتی از کار دور بودی، از اون گذشته ببین دستات چجوری داره میلرزه. از من میشنوی این کارو نکن، نخوا که باعث مرگ اون بچه بشی. دکتر قول میدم نجاتش بدم، خواهش میکنم این حقو به من بدین. باشه، به مسئولیت خودی، ولی اگه از من میشنوی بازم میگم صرف نظر کن. دکتر جاوید، مثل گذشته، مثل همیشه به من اعتماد کن. اتاق عمل حاضر کنید. آقا جماعت، هر کسی هرچی دستش میرسه کمک کنه. آیا قرون سا و یکومن، آیا کمک پاسد کمک. آیا چون یه بچه در بینه، هر کی نه دنیا افتاره به این بچه کمک کنه. هنوزم بهترین جراح این شهر. متشکرم دکتر جان. خدایا شکرت.
سیما جون گریه نکن، آروم باش، ایشون رو خوب میشه. نروان نشه، آز به خدا چمرتم، چه چکرتم، این مخلصتم، نو نو کرتم بول آورده. زنده داشت، بگو خورکونه بچم با باباش با اون که خونه هموشه.